بنده وارد شدم کربلی. سلام علیکم. بابا سلام سلام نور چشم من، خیلی خوش اومدین. خیلی مردم آقا خواهرزاده منزل ما هستن و نامزد نور چشم محبوبه امیر دبیرزاده آموزگار پیمانی. خیلی بندم از آشنایتون خوشبختم آقا. خیلی مستدم که به سلامتی پولای عروسی رو به ما میدید. بنده در حال حاضر به همین نیت خیر مبادرت به این سفر فرمودم. بله مبارکه مبارکه. آقای دبیرزاده بفرمایید بریم منزل. بفرمایید. سلامت. خدا خوش اومدین. مجر خالجان از این طرف بریم. بفرمایید. خواهش میکنم. خوش اومدین. خوب خالجان هرشون چطوری؟ خوبه؟ الحمدلله ایشون به اتفاق مخبه پریشب رفتن آستران. نگه آخه همشیره من پاقه ما. خب به سلامتی چه خانم ها مراجعت میکنن؟ زیاد طول نمیکشه، شاید یه هفته، اما میترسم تنهایی شما حوصلتون سر. خیر خیر خیر، بنده یه دوست بسیار خوب دارم که همیشه همراه ما. آقا ده الان ایشون کجا هستن؟ الان ایشون تو دست بنده هستن. اینا کتاب پنگوانا، بهترین و بیازارترین دوست انسان کتابه، مثلا پنگوان. باید سرگرمی بسنجه. سلام همش هست. سلام. یه خود مرکو کروم داری؟ شما جون بخوا چی شده؟ با چرخ خوردم زمین، پام زخم شد. قربون اون پاد دارم الان درستش میکنم. ازالام بله با زاخسی های منو چوب زدی؟ آره کتونه؟ آبچین گفته آخرش نابجه تو طلاق میدم که دست جفتتون راحت شد. بهش میگم. نمیگه برست نمیگم. برو زود یه شیشه مرکو کروم با پمه برداریم. برنامه یه نخود نه بابا، مگه نمیدیم پای خانم آشرار شده؟ باشه میارم، ولی به شب دیگه خودم به مالم. برو گم شروع کم کن. عجب بچه هی دیگه به خودت رفته. خدا نفره من به اون رفتم. ببینیم بند پیرانه من چطور شده بسته نمیشه. خودم الان میبندم. اوه چشو تو درویش کنی ها. چطور شده؟ در رفته با جیابن دادن. آره تو نیست بابا، بودش به من، بودش به من. شیشه رو آدم بودی نکن. پس چرا نبستی؟ اجازه بیدم اول پاتو معالجه کنم، بعد من درست کنم. باز بزن صندلی، هم بزردم. برو بسنی بخور، برو میگم. برو دیگه رو کم کم. من گرفتم. حیفت نهی من، این پا آش لاش شده ساق بلوری اینا. مثل که خیلی از زنش میترسی ها؟ اسرائیل هم از اون گامو میترسه. شوهر داری هزار تا را داره. یه چیشو واسم ببین. من وقتی بی وقت شوهرم رو تمرین میکنم میدونی یه من چیه؟ نه چشم دلش رو سیر میکنم. آخه چجوری؟ گوشت داری
چقدرم که شوهر تو چشم دلش سیره. میدونی شهرزا خانم همچین داره گوگرام زدم که یک ساعت دیگه پاک خوب خوب میشه. حالا برگرد سگه تو من جا بود. زود باش بابا. چی کار میکنی با آخر لیموزی؟ داشتم به خانم کمک میکنم. تو غلط میکردی را ببری؟ غلط کردم ببخشید. میدونی همچین؟ آدم دلی باید تنبیه بده. نه تنبیه بده. خانم اگه کار دارین بگین واسه تون انجام بدم، من آزادم. به نظرم چند دلت میخواد تنبیه بشی ها؟ ها اگه شما اونجوری تنبیه کنین آره. ای پر رو خبشم نه خبشم بیرکه با نه 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 بچه ها اینجا دیگه بازی بازی یلا بچه ها نه ببخشید دانه دانه پیترم در را حرکت بدن. یکی از آنها که از خون نهتر بود به طرفی که از مابه را حرکت در آمد و پاورچه پاورچه به طرف بود بباشید خیلی بودم قبل پاورچه پاورچه ببخشید. ممکنه منظور نظر سرکار خانم از این عمل جویا بشم؟ کرسی سمو ببند تا کتابتو بدم. سرکار خانم بنده را از این عمل معاف ببرید. خواهش میکنم. چرا؟ شرمم میاد. خواهش میکنم وقتی بنده شرمم نمیاد شما هم نیاد. ممکنه جناب علی فاقد تربیت صحیح باشید. میونه من و شما اگه یکی بی تربیت باشه شما ای. چرا؟ مازه ایرا. ایرا. تو کتاب به این گندگی چهار تا کلمه ننوشتن که آقایون باید به خانم کمک کنن. نه البته در صفحه 263 فصل 8 چنین مینویسد که مردا نمیخواد نوشتشو بگی عمل کن. عمل البته ناگفت نماند که پوشیدن چنین لباسهای زننده ای البته اگر بشود اسمش رو لباس گذاشت در ملأ عام کاریست بسیار زشت و ناپسند. آخه ناسلامتی اینجا کنار دریاست آقا. بله البته اما خودما فرمودن در دیدی باز از حیای گربه کجا رفتی؟ لابد میفرمایی تو این هوای گرم منم مثل شما با لباس تمام رسمی بیام بیرون نه؟ در آن صورت اطفال چشم گوش بسته با دیدن چنین مناظر نامطبوعی گمراه نمیشن. جون من این منظره برای شما نامطبوعه؟ بله البته. آخ 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 تو دیگه چجور آدمی هست؟ کتاب بنده رو لطف کنید. بنده اهل مزاح نیستم سرکار خانم. ببین من توی این شهر از تنهایی خسته شدم آقا، دنبال یه همصحبت چشم و دل پاکی دوست خوب مثل شما میگردم. دوستی من و شما هیچ تناسبی نداره. چرا؟ ممکنه مردم فکرهای بدبدی بکنن. خب اگه فکر بدی هم بکنن درباره من میکنن. برعکس درباره بنده فکرهای بسیار بدتری میکنن. مثلا چه فکری؟ ممکن است خیال کنند بنده خدای نکرده سرپرست شما هستن و اون وقت توقعات نابجا و ناپسند دارن. واقعا چه؟ چه هوای لطیفیه آقای. بله ببخشین حضرت آقا که باز مزاحمتون میشم. چه فرمایش دارید سرکار خانم؟ راجع به سخن پراکنی ها ببخشین راجع به فرمایشاتون اون روز شما فکر کردم. دیدم حق با شماست، رفتم لباس سنگین تری پوشیدم. بندم به همین مناسبت سبکتر پوشیدم. پوشتم. میدونی ریسی؟ ببخشین به این ترتیب اگه با هم دیگه دوست بشین خیال نمی کنم که مردم پشت سرمون حرف بزنن. بله البته تا وقتی که محبوب خانم از مسافرت مراجعت نفرمودن اشکالی نداریم. محبوب خانم کی؟ نامزد بنده. به میمونت مبارکی ازدواج خواهیم کرد. چه خوب، منم دعوت کنیم تو عروسیتون براتون بخونم. بسیار ممنون میشم. میدونین که من خواننده‌ام. آره شبا تو اون هتل برنامه اجرا میکنم. عرض کنم به طوری که استحضار داری تمام ادارجات به کارمندان متأهل مدد معاش میفرزن. چه خوب. بله برای هر فرزندی هم که اوناس باشه چه ذکور یا چه ذکور باشه چه اوناس فرقی نمیکنیم مقرره ماهیونه پرداخت میکنم به تمامش. بنابراین بر هر کارمندی فرض و واجب است که اولا هر چه زودتر تأهل اختیار بکند، ثانیا تا جایی که قدرت بدنش اجازه میده شبانه روز البته مخصوصا شبا بپوشد تا فرزندان بیشتری تحویل قسمت حسابداری یعنی همون جایی که پول بچه‌ها میدن. فقط واسه خاطر مدد معاش و حق اولا؟ بله دیگه بله. آخه پس بنده بچه چی اونا خرج دارن مگه نه؟ خب البته که خرج دارن، اما قدیما قدما فرمودند هر آن کس که دندان دهد نان دهد. بله
راستی ببینم شهرزاد خانم، شما چرا ازدواج نمی‌کنید؟ ای آقا، شوهر می‌خوام چیکار؟ آه نفرمایید، اینو دیگه نفرمایید. ازدواج امر خیلی مقدسیه. اگه تمام دختر خانم‌ها مثل شما بگن شوهر می‌خوام چیکار، دیگه فرزندی متولد نمی‌شه که مدرسه‌ای باقی بمونه و در اون صورت تکلیف بنده و همکارانم چیه؟ به کی بریم درس بدیم؟ والا من چه می‌دونم. شما فکر می‌کنید چند سال دیگه می‌تونید شغل فعلی خودتون ادامه بدید؟ چرا وسیله خوشگذرونی دیگران می‌شید؟ به پیری خود فکر می‌کنید؟ گاهی که فکرشو میکنم تنم میلرزه. خیلی خوب، پس اقلا به ازدواج فکر کنیم. ای آقا، مردای این دور زمونم که شوهر نیستن و بال گردن هم نمیخواییم بنده و بال شما نه، مردایی که تو زندگی من و امثال من پیدا میشن. خب بله، البته مردانی مثل بنده خیلی کم یا بخونم. قدما فرمودن صبر بسیار بباید پدر پیگ فلک نام نامره انشای شما بیسته. خیلی متشکرم، تازه باقیش نخوندم. خب با اجازه شما من دیگه میرم یه خورده آب تنی کنم، بعدم خودم واسه شب بسازم. بفرم بسازم. کسی ببینم، شما نمیخواید بیاین برنامه منو ببینیم؟ متاسفانه بودجه بنده اقتضای ولخرجی ها رو نمیکنه. خب مهمون من باشه. نه خیر بنده ایم. نه ترسیم، من که تغییر نیستم که. بسیار خوب، چون اصرار میفرمایید بنده ابرام نمیکنم میام. قربون شما، خدافظ. خواهش میکنم، قول بدین که به ازدواج فکر میکنین ها. باشی بچه‌ها رو کی باید نگه داره؟ هاشو بگیرم، هرچی که پس انداخته، بچه بگیرم داره؟ شما خواهر برادر چه خبرتونه؟ آخرش برای شما من اینجا بیرون میکنم. جهنم، تقصیر منه که برادر نازنینم و واسه خاطر بچه‌های تو اذیت میکنم. این حقه که منو تو رو نداره خواهر. یکی زیاد نگو و الا تنبیه میشی. نه نه، هر کاری میخوای بکن، ولی من تنبیه هم نگم. جهنم، خانم شهرزاد، دعا کنی یا خدا من مرگ بده یا این زنم. ای با چرا؟ پدر من داره بازه خانم، تو رو خدا یه خود با من گرم بگیری، شاید حسودیش بشه، از من طلاق بگیری. این حرفا چیه؟ ازدواج امر مقدسی. بله نسبت هر کی گفته غلط کرده، زندگی کردن با این گامبو کجاش مقدس؟ چه میدونم، خب طلاقش بده. ده هزار تا مهریه اش اگه بگیرم. خیریه بگیر. شما حاضری به این امر خیر کمک کنی؟ آره، فقط فقط این رقاصه با تو چه سر سری داره؟ این هیکل کار دسته شده، خاطر خواه شده. خب خوشگلی هم از ما درد سری ایجاده دیگه. چه نرش میدم؟ بلای سرش گرد و اون سرش نابیدا به جاله میبینی. زنی که تو خجالت کشیری شده، چرا دست از سر شوهر من بر نمیداری؟ کی با شوهر تو کار داری؟ چون سر به سر سر راش سبز میشی؟ ای برو بابا، یه حس بگم منصوری زنی داره مثل من. آی خلق الله، شما آرکونی هیتر رو بر میکنی؟ این خلصی با اصلا خودو بچستین؟ خوبه خوبه، عوض این کارا برو شوهرشو ترخوش کن که شب و روز واسه طلاق دادنت نقشه نکشه. منصوری؟ بله، اومده بود دست به دامن من شده بود که باش گرم بگیرن، بس که تو حسودیت بشه و ازش طلاق بگیر. من خونده، ولی چه کسی حسودیم بشه؟ شوهرم اینا هی استراحت میکنی، هی آب دریا. تو دل رو کرده، تن اسم عشقت منو جادو کرده، وجاهت چشمای دور قابر با چشمای چشم آهو کرده. من الهی همیشه بمونی، وقت محبت تو گوش من بخونی. من الهی همیشه بمونی، وقت محبت تو گوش من بخونی. بگو قصه عاشقونه، من الهی همیشه بمونی،
درس محبت تو گوش من بخونی. نمی الهی همیشه بمونی، درس محبت تو گوش من بخونی. دلخون کرده فلسی عشقت من جادو کرده، به جاحت چشمای تو رقابه، با چشمهای چشم آهو کرده. نمی الهی همیشه بمونی، درس محبت تو گوش من بخونی. نمی الهی همیشه بمونی، درس محبت تو گوش من بخونی. نمی الهی همیشه بمونی، درس محبت. خانم، آقای مدیر دستور دادن فردا شب تمام برنامه ها عوض بشه. مگه فردا شب چه خبره؟ فردا مهمان عزیزی خواهیم داشت. لابد بازی یکی از اون پولدارای ول خرج میاد اینجا. بله بله، ایشون از ثروتمندان معروف هستن. اسم ندارم. چرا؟ آقای نادر زرق. ارادت ندارم. خوش آمدین خانم. مرسی. خیلی خوش آمدین قربان. متشکرم. چمدونات و صندوق رو فردا بردار بیار. سلام عرض میکنم قربان. سلام. خیلی خوش آمدید. شما هم همینطور خانم. بفرمایید. خواهش میکنم. مرسی. این طرف بفرمایید. متشکرم. چی گلای قشنگی عزیز. هدیه مدیریت هتله. واقعا قشنگه. متشکرم قربان. چیزی لازم نه میتونیم. خواهش میکنم. آه چه اتاق بزرگی. خبر وا نکنی. باید بریم تو آب. میخوام برم و خانم نجات بشم. در کار نجات قریب دخالت نکنی مجبی. یلا 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 تو نهی را میخوام بقیه داستانه براتون بگم. قول بده بر من داستان گوش شده بخاره. خواهرم از تو بیدم خوابش میکنم پدر تو در بیارم. مگه تو شنا بلد نیستی؟ بلد بودم قربان. چی شد؟ یادت رفت؟ خیر قربان، از وقتی که ازدواج کردم دیگه رمق دست پا زدم واسم نبود. آره اومدیم و یکی داشت قهر میشد، چی کار میکنی؟ اگه جایی کم اون باشه خودم نجاتش میدم، ولی اگه جایی یکی دو متر باشه باید نجات طریقا نجات. اینم نتیجه سرپیچی کردن دستورات نجات غریقا. چرا وایسادی؟ برو کمکش کن. روم زیاد خورده اونجا خیلی گوبه. کمک برو باش. الان روشن میکنم موتورو. Thank you.
جان شما که شنو بلدی اجازه بدین من خانم ببرم که همه بفهمن نجات خرید چقدر زحمت کشید. خیلی خوب بابا برو دور سر زنه بشم حداد بشم الان. بگو شوهر آبجی قهرمان کاشون آبجی گام بود اینجا بود و میدی شوهر چه قهرمانیه. اتفاقا خودش اینجا های دوم باری داری بکنی این خانوم غرق شد و نجاتش شد. خب تعالی کردی که حقی داشتی این شلختر نجات بدی پس میخواستی بدم غرق شه. شوهر آبجی راستشو بگو کی اینو نجات داد؟ کی میخواستی نجات بده؟ حالش چطوره؟ خوبه به موقع نجاتش دادم. آقا خیلی ازتون متشکرم من جونم و مدیون شما هستم. خواهش میکنم وظیفه من نجات خرید. من با آقا بودم. آقایی زلیل مرده خوب مچه باشون. را بیا بله. کجا؟ چه میده میکنم میپرسید. شما به من عمر دوباره دادیم. وظیفه من بود خانم. بریم عزیزم. بریم. ببین هنوز صبر دارم؟ نه چندان شهرزاد. چی؟ سلام شهرزاد خانم حالتون بهتر یا؟ ایش بدک نیستم. البته هنوز مختصر تبکی دارن. خب تبش به جون من بیفته. انشالله یالا. آقا جای شما خالی ای ما دو دقیقه دیر رسیده بگو بود. اگه اون آقا دیر رسیده بود. والا من اون آقا که اصلا جدایی نداریم. آقا کی؟ اون دوست جونجونی منه. آقا نجات غریق جماعت اینه هو دکتران. هم دکترا وظیفه‌مون اینه که مردم رو نجات بدیم. بله سید. البته دکترا کارشون ساده تره چون جون مریضا رو نجات میدن تازه بعضی وقتا نمیدن اما ما جون آدمای سالم رو نجات میدیم آقا. بله البته معلمین رو هم باید از طایفه نجات بخش ها دانست با این تفاوت که ما روح رو از گمراهی نجات میدهیم و شما جسم رو. والا شما معلم ها رو من نمیدونم اما ما و دکترها چشون به دست مردمه. بله البته معلمی بیشتر معنویات رو در نظر دارن شعر و نثر رو ولی ما مادیات رو. البته چون شما جون شهرزاد خانم نجات دادید استحقاق انعام هم دارید که آن هم نزد بنده است توی جیب بنده است و اینو تقدیم میکنم. قربون جیب شما من برم آقا. من خجالت بکش خانم بی ادبیه که آدم دست آقا رو عقب بزنه. به ایشان خورده نگیرید خانم. قدما فرمودند آنچه شیران را کند روبه مزاج است. ازدلاج است. مخالفم آقا احتیاج است. بله ازدواج امر مقدسی جانم. بله امر مقدس برای من قابل احترامه. لعنت بر شیطان. خدا بر شما. یعنی چی؟ این های دبیرزاده بس که هسته کلم پرکی آخه ای میره تو ادبی یا آخه ای چرا پسر بپا نیفتی؟ چش سعی میکنم نیفتم. وای چی شد؟ نمیدونی تو بله خورده وقتی اینه که دیگه باید کم کم خودم حاضر کنم. امشب برنامه ساز و ضرب و موقوف کنی بهتره. مطمئنم که خوندنتون نمیاد. فک میخوای آقای مدیر ادعای خسارت کنه؟ اونم درست همین امشب که آقای زرین مهمون خرپولشون تشریف آوردن. خیلی خوب با ایشون وارد مذاکره شوید حتما قانع میشوند. مدیر وقتی قانع میشه که مهمون خرپولش قانع بشه. خرپولم قانع شدنی نیست مگه بساطش عیش و عشرتش رو برا بشه. بله خوشحالم که حالتون خوبه خانم. خیلی خوش اومدین آقا. امشب استراحت کنی تا حالتون کاملا خوب بشه. ای آقا نفستون از جای گرم بلند میشه. جواب مدیر رو کی میده؟ جواب مدیر با من. مگه شما کی هستین که اینقدر با اطمینان حرف میزنی؟ من همون خرپوله هستم خانم. بنده هم دریزاده هستم آقا. یه چیز به مدیر میگم که من به شما دستور استراحت دادم. لازم نیست آقا. شما از حق خودتون صرف نظر میکنی ولی مشتریای دیگه هم حق دارن. برای مدیر هتل فقط من مطرحم. ولی برای من همه مطرحن. میل خودتونه. من فقط خواستم کمکی کرده باشم. من خستم و هم مریض. میخوام برم استراحت کنم. بسیار خوب. بسیار خوب. بفرمایید. برای شماست. کی فرستاده؟ آقای زرین. با اجازه. خواهش میکنم. شیدا دلم میخواست صبح که چشممو باز میکنم دیگه اینجا نبینم. چی شده عزیزم؟ چک اونجاست. ای با عزیزم پول چیه؟ من خودتو میخوام. باور کن من تو رو بیشتر از دیگه بگی بخوا.
عیاشترین، سنگدلترین و بی‌عاطفه‌ترین مردیه که دیدم. براش عوض کردن معشوقه به قدری ساده است که انگار لباس تنش رو عوض میکنه. چند روز پیش آخرین معشوقش رو به خاطر من ترک کرد و امروز منو به خاطر تو. فردا نوبت توئه. ولی من از اوناش نیستم. منم تو فکر میکردم. مطمئنم که دیگرونم همینطور. اما هیچ کدوم از ما آخرین نفر نبودیم. تو هم نیستی. فرق میونه ما اینه که تو به سادگی قبول کردی معشوقش باشی، اما من قبول نمیکنم. اگه مثل من اونو میشناختی این حرفا نمیزدی. خدا نکنه چشمش یه زنو بگیری. دیگه براش هیچ چیز مهم نیست جز اینکه اونو به دست بیاره. در مورد من موفق نمیشه، مطمئن باش. تمرین اول تموم شد، حالا نروش میکنیم. بعدش هم نوبت تمرین عملی دو آبه، بعدش هم زیر آبه که میریم. خب شروع کنیم. یک دو سه، یک دو سه، یک دو سه، دقمو دو سه، یک دو یک دو تو داری، یک دو دو سه دو یک. همه نمرات به هم زد. خدا دلیلت کنه. بگو بینم این خانم خوشگلا کیه؟ به تو چه؟ آخه آبجون رفته شهر خرید، من جاش نشستم. اگه از این کارا بکنی لاپوپ میدم، فهمیدی؟ بگیر شطور. دیدی؟ ندیدم. خب برا منصور. جان منصور بیا اینجا، کارت دارم. در خدمتم. لا تمرین فردا. آقای دبیرزاده رو میشناسی؟ فرمایش. برو بهش بگو بیاد اینجا. چشم، ولی به شرط اینکه به صندوق امر خیر کمک کنی. صندوق؟ صندوق امر خیر چی؟ فراموش کردین؟ خیریه کمکی نگه، خودم خوشو درست کردم قربان. شوهر عبدجان. بله. با عبدجان بگم. آخه. خانم، حکمانی خدمت شما. آخر 5 تومانی دارم. بدین بدین. بقیه شو خودت بدین. بقیه شو خودت بدین. حتما 100 تا. 100 تا هم تعهد کرده بودی. یالا. بیا. امرتون رو همین الان اطاعت می‌کنم. بیا 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 بیا. عجب خوبی گفت. آقای دبیرزاده سلام. سلام. آقای کربلایی سلام. سلام. یه دقیقه با اجازه شما بشه بیارین عرض دارم. شما چگونه منو پیدا کردید؟ رفتم در منزل همسایه‌ها گفتم اومدین. یا صحیح. به امر خیر کمک کنید تا یه موجه خوبی بهتون بدم. تمنا دارم زودتر بفرمایید، چون محبوب خانم و خانم خاله جان تشریف آوردن. سلام کربلا. چطور؟ بابا سلام. سلام دختر خدا. خدا ما فرمان بی مایه فطیر آرمان. بله البته برگ سبزی است. حالا نمیشه برگ قرمز بریم. قرمز خطرناکه. شهرزاد خانم تو پلاژ منتظرت، انگار گلوش گیر کرده شهیدونه. بله البته. نخیر نخیر نخیر. بهشان بفرمید که در اولین فرصت خدمت شما میرسه. بله آمدن در خدمتم. در زمین این نصف دستیتونم کنزوشو تقیم کنید. نصفی؟ خانم خاله جان سلام عرض شد. علیکی سلام امیر خان. حالت چطوره؟ شما دستی گل بدم حضورتون. شما خودتون گلی. مرسی. حالتون چطوره؟ خوبه؟ الحمدلله. های حملایتی جان، مواظب دختر مورد نظر باش تا من اساسیا رو با خیشتن بیاورم. چشم آقای شاطر زاده. سیف الله. خیلی خوب بابا سیف الله. یا آقا این چطور شما؟ بفرمایید. باید اساسیا رو به دفتر بسپاریم و تعقیبشون کنیم تا منزلشون را یاد بگیریم. فهمیدید؟ خیرش بگذر. ممکن نیست. بنده از لحظه‌ای که چشمم به جمال زیبای دختر مورد نظر افتاد، یک دل نه صد دل عاشق شده. گل 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 برام. اول میخوام. گل ارزونه هم؟ نه نه آرام بفرم. یک مال شما، یک مال شما. به به چه پارچه ها؟ یکی از یکی قشنگ ترم. نگاه کن، اختیار دارین، قابل شما رو که نداره. خودت قابل داری خاله جون. قربون شما. محبوب جان، این عطری که مخصوص شماست از قمصر بردم. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. خودما فرمودن عطر آن است که خود ببوید، نه که عطار بگوید. بنده دیگه راجبه عطر چیزی نمیگم. البته تلاجاتم فراموش نشده. وا به نظرم امیرخا تمام تهران رو بار کردن آوردن. اختیار دارین. بفرمی خواهش میکنم. خب دیگه در حال حاضر اگه اجازه مرخصی بفرمایید یک شب جامون بذارید. بنده مرخص بشم. کجا خاله جون؟ بله یکی از رفقام به ملاقات بنده ابراز تمایل فرمودن، اینه که بنده ناگزیرم برم ایشونو زیارت بکنم خاله جان. اگر یکی از افراد این خونه اج میشد چقدر خوب. بیا بریم پی کارمون آقای شاطرزاده. سیف الله. خیلی خوب سیف الله. سلام. چه فرمیش دارین؟ بنده سیف الله شاطرزاده است. خیلی خوشبختم. ممکن است به بنده بگویید این منزل متعلق به چه شخص محترم؟ کربلای حسین. بعد از تعارفات معموله متشکرم آقا. خواهش میکنم اگه فرمایش ندارین بنده بمونست برای بعد که به اتفاق ابدی مفصلا خدمتتون برسیم انشاءالله. سایالی مستدام. به سلامت. نمیدانم چرا در قلبم به این جوان ارادت خالصانه دارم. این امیر کجا مونده پیداش نیست؟ حتما واسهش گرفتاری اخلاقی بیش اومده. اگه حوصلتون سر رفته واسه تون قایق بگیرم یخته بگرنی. بدن نمیاد. بفرمایید. قایق در اختیار منه. اگه خانم دلشون بخواد من میتونم ببرم بگردم. متشکرم آقا، راضی به زحمت شما نیستم. اگه شما بخواید برای من مهم نیست. نخیر بنده نمیخوام. شما زن لجبازی هستید.
شما مرد خودخواهی هستین. برای من زنها اینقدر اهمیت ندارن که به خاطرشون رفتارمو تغییر بدم. منم اجازه نمیدم مردایی مثل شما شخصیتمو لگدمال کنن. اوخ دعوا شد. من اگه جای شما بودم اول به امر خیر کنم که بعدم کش. من به شما یاد میدم که با هر کسی چه جور باید رفتار. فکر میکنم خودتون بیشتر احتیاج داشته باشین یاد بگیرین. خب تو هم کلت رو قرمه سبزی میده ها. چرا ناراحتش کردی؟ تازه اولش کجاشو دیدی؟ سلام عرض. کجا بودی بابا؟ داشتم دلواپس میشدم. با وجود گرفتاری فراغون در اسرع و خدمت رسیدم. میلیونرها رو دیدی؟ بله بله، بسیارم عصبانی بودند. وای دست از سر من ور نمیداری. بهتر چی؟ البته اگه منظور نظرش امر مقدس ازدواج باشه. نیست. خب چه بدتر؟ چرا اجازه میدی اینقدر تحقیرت کنه ها؟ منو تحقیر کنه؟ همچین لهش میکنم که با خاک یکی بشه. اینجور که شنیدم یارو از اون عیاش هست. صحیح میگن خدا نکنه چشمش یه زنو بگیره. خب اگه بگیره چطور میشه؟ تا اونو تصاحب نکنه دست بردار نیست. عجب، از ایشون پرهیز کنید. نمیتونم. برای چی؟ میدونی تو که غریبه نیستی. خب بله البته، ما دیگه دوستش دارم. عجب، واقعی میفرمایید؟ آره، اما به هر قیمتی که شده میخوام نصیحتای تو رو به کار ببندم و خودمو حفظ کنم. بسیار مشعوفم که عزمتون رو در این مورد راسخ می‌بینم. خانم شرطه، اسکیت با شما. سلام. آقای مدیر خواهش کردن تشریف بیارین هتل کارتون. چه کاری؟ آقای زرین دعوت کردن که براشون برنامه اجرا کنید. منو؟ بله، به اتفاق اعضای ارکسترتون. خیلی خوب، برو معلم. چش. واقعا دعوت ایشون رو قبول می‌فرمایید؟ آره، خیلی دلم می‌خواد باش مبارزه کنم. مبارزه کنید. امروز دیگه مهر و وفا نداره، عشقای این زمونه درد دوا نداره، عشقا همه دروغه، من اینو خوب میدونم، رنج و بلای عاشق یکی دوتا نداره. واسه خودم درد و بلا نمیخوام، نگاه نکن از تو وفا نمیخوام. سینه تنها باشه بهتر، رسوای عشق تو نباشه بهتر، دل دادن و مستی و عشق و جنون، زندگی موزه هم نباشه بهتر. واسه خودم درد و بلا نمیخوام، نگاه نکن از تو وفا نمیخوام. کی میشه ای دل که تو عاقل بشی، عاشق نشی اسیر هر دل نشی، ای دل من به پهر آسون نشی، عاشق شدی بی سر و سامون نشی، ای دل من به پهر آسون نشی، عاشق شدی بی سر و سامون نشی. واسه خودم درد و بلا نمیخوام، نگام نکن از تو وفا نمیخوام. خیلی خوب، وسایلتون رو جمع کنیم بریم. خوشم اومد. متشکرم، من دستمزدم از هتل میگیرم. بساتون جمع کنی بری. بچه ها پاشین جمع کنی. آره خدا خواسته. شیرم جون. بله، البته بنده درباره تعیین میزان مهریه و شیرباه و این حرفا به خانم خارجان به کلک تام و خیار داره. سینی رو بذار برو پشه بند امیر خان رو درست کن. چشم عزیز جون. بایی زحمت شدیم والا. البته بنده هیچ مخالفتی ندارم که میزان مهریه هر چه بیشتر تعیین بشود تا رضایت محبوب خانم بیشتر فراهم بشود. تو خواهرزاده منی، اونم دخترمی. مهریه 20,000 تومان باشه چطوره؟ دیگه خیلی
من به خواهر زاده تو گرفتم. این حرفا رو نزن، بهت نمیاد. بلنشو صورت دامادتو ماچ کن و بگو ایشالله مبارکه. ایشالله پای هم پیرشین مبارکه. بولا میشون. تو خیال میکنی کی هستی؟ بله. با اون کارات چی رو میخوای ثابت کنی؟ چرا حد خودتو نمیشناسی؟ تو فقط یه خواننده هستی، همین. من حرفی ندارم، یه خواننده ام، اما بازیچه دست هر کسی نیستم. هر چی هستی به صلاحت نیست که با من در بیاد. چرا؟ مگه شما چی دارین که دیگرون ندارن؟ من همه چی دارم. اشتباه میکنی، شما فقط پول دارین. خب، این کافی نیست؟ نه. من کارای تجارتی نیستم که با پول خرید و فروش بشه. چی هستی؟ یه آدم، یه دختر آزاد. هر کی منو بخواد باید با من عروسی کنه. بگرد تا اون مردو پیدا کنی. پیدا کردم؟ شما که یکی دو بار اونو دیدی؟ چه کار است؟ معلم. یه زندگی بخور و نمی. عوضش با من عروسی میکنه و تا آخر عمر شوهر منه. لعنتی. دلم براتون میسوزه. تو دلت برام میسوزه؟ داری؟ خب بازی رو من بردم. سلام از خود بردم. سلام، تو نامزد شهرزاده میشنسی؟ کدوم نامزده شما؟ مگه چند تا نامزد داره؟ نمیدانم. اون جوونه که عینکی رو میگم. آی دلیل زده؟ آره، برو بگو بیاد اینجا. چش قربان. از بابت امر خیر دست شما درد نکنه. خجالت هم میگه همیشه. من همینجا میشینم. زود بیا یا. چش به هم بزنی اومدم قربان. اصلا بالو. ما تو جن نیفه ستا میگم اصلا حاضر میگی؟ نه با چنان استاد دارم. زود برو شلوار منه بیا. چطور شده به شلوار احتیاج پیدا کردم؟ زولی نکن، من نمیخوای بستنی با خاره. چرا؟ نخور برات برد قربان. سلام و نجات شهرزاد خانم این طرفا نمیبینم. اما آقای زرین اینجا تشت دارن و خیلی داشت میخواد شما رو ملاقات کنه. بله، بیمیل نیستم که بنده بیشونه این ملاقاتی بکنم. پس بفرمین جلو، بفرمین اونجا هستن. قربان آقا سرور آقا بی زدن رو بودن. بله 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 یا آقا جمعی بفرم جلو. سلام از شوی. سلام، بفرمین بشین. قربان اون امر خیر من رد کنیم، من برم مزاین. تن همون بسار چشم حساب تو میگی میشن. میتونم با شما رک و راست صحبت کنم؟ بله البته. من از نامزد شما خوشم میاد. نامزد بندی؟ بله. شما مرد بسیار حواس‌بازی هستید. آروم باشین آقا. الان یختونی میگیرم مثل کفترچایی میپرونم اون هوا. آقا شما این آرزو رو به گور میبرید. برعکس، من مطمئنم کسی که این وسط ناکام میشه شمایی. چطوری مطمئنی؟ از رفتارش پیداست، از نگاهش، از حرفاش. مگه شما با ایشون هم صحبتم شدی؟ او چندین بار. این دروغه، اون با کسی صحبت نمیکنه. باور کنید شما که به اندازه من زرها رو نمیشناسید. اولا که ایشون نیستن و دوشیزه هستن. دوشیزه؟ نخندی، نخندی و الا بریش موبایلتون پوزخند میزنم و پوزخندهای منم معروفه. ببینم خودش به تو گفته دوشیزه است یا مطمئنی؟ بنده اطمینان خاطر دارم، چون ایشون دختر خانم خالجان بنده هستن. آقا با این همه مطمئن نباش. بسیار خوب، بنده تحقیق میکنم و در فرصت مناسب پاسخ این امانت شما رو خواهم داد. محبوب خانوم، دست پنجول شما درد نکنه. ایبو چه زود برگشتیم. نره زود برگشتم، قصد پرده برداری از خیانتهای شما مراجعت کردم اینجا. خیانت؟ بله البته. شما چه سر و سری با آقای زرین دارید؟ آقای زرین کیه؟ این کار نفرمید که بی ثمره. کار به جایی کشوندید که ایشون ادعا میکنن شما دوشیزه نیستید. ایبو خودو مرگم بده. چی؟ چی این حرف زده که دهنشو جر کنید؟ نه به باره نه به داره، یک کار شکاک شده. یک نیست، یقینه، مگه اینکه خلاف اونو ثابت بکنید. زبونو تو گاز میگیم که اون روی سایم بالا میاده. چی شده؟ یک کار اومده به دخترم تهمت میزنه. آقای دبیرزاده، از شما که جوون تحصیل کرده هستین انتظار نداشتم. بندم از سبیه شما که دختر خانم خارجان بنده باشن چنین انتظاری نداشتم آقا. اصلا من آتیش پشت دستم میذارم که دختر به خودی نشه. بسیار خوب، بسیار خوب، دختر که قحطی نشده. شما رو به خیر، ما رو به سلامت خدا. شما مرمزی ها تبی حیا دیگه نشدم کسی اسم اونو تو این خونه بیاره. متوجه شدی جمان؟ سلام عرض میکنم. سلام از بنده است. ارادت خالصانه دارم. نه بیا خلام سرکار هستم. بیا جانه خانزادم قربان هستم. بیار نه عجب پسر اخی نازنینی. ابا بیگرام اجازه هست در رو بزنم؟ بزن، نه ترس، من اینجا هستم. با اجازت هستم. باید اون آقا ها اخوی دختر مورد نظر باشه. بله. سلام عرض میکنم، بنده کلام شما سیف الله شاطرزاده هستم. ایشون هم ابوی گران مایه بنده هستن. بنده به ترتیب تشرف مشهدی کربلایی حاج آقا شاطر هستم. بله، خوشا به سعادتتون.
جهت مذاکره درباره امر خیری فیما بین سبیه شما و نور چشمی به خدمت رسید. بفرمایید تو، بفرمایید. خیلی نکردم زمینم مصاحبه. داخل شو. بفرمایید. برد بودم، کجایی تو؟ والا ملاقات مستقیمی داشتم با آقای زین. خب از کنم تا دیروز آقا عاشق شما بود، امروز عاشق نامزد بنده شد. بله، چه جای خنده است شهرزاد خانم؟ تو عوضی فهمیدی، اگه راجب نامزد ترفی زده منظورش من بودم. عجب. آره بگو. آخه من به اون گفتم که تو نامزد منی. به چه مناسبت سرکار خانم؟ مجبور بودم امیر جون، تو باید چند وقت رول نامزد منو بازی کنی تا نادر یا دست از سرم ورداره و یا نفهمیدم من اومدم اینجا رول بازی کنم؟ این غیر ممکنه. به خاطر این دروغ شما شیرازه زندگی سعادت آمیز بنده و محبوب خانم در شرف اصلا پایانه. متاسفم امیر جون، تو برای من معلم خوبی هستی، تو به من یاد دادی که میتونم دختر خوبی باشم، منو عوض کردی. حالا که کار به اینجا رسیده منو تنها نذار. نه نه من نمیتونم، میترسم خدای نکرده محبوب خانم از دست بدم. پس من برای تو هیچ اهمیتی ندارم. چرا، البته که دارید، به سرنوشت شما هم علاقه من دستم. آخ میدونستم البته در ولایت به بنده پیشنهاداتی شد و در حال حاضر دخترکانی هستند که چشم به راه بنده باشند، اما از وقتی که بنده سبیه شما رو زیارت کردم به ادبی عرض کردم ایشون چیز دیگری هستند. عرض نکردم. بله، از بابت مهریه و مخارج دیگر و شیربها هر طور که شما بفرمایید بنده قبول دارم. والا من حرفی ندارم، اتفاقا شما به موقع اومدین، چیزی که هست میمونه رضایت خود دختر. از جانب بنده به ایشون سلام برسانید، رضایت میدهن. ببینین آقای شاطرزاده، سیف الله، در شهر رسم چنین است که دوستان نزدیک یک دیگر رو به اسم کوچک صدا میکنن، صمیمی تر است. شما به من تا فردا مهلت بدین، من به شما جواب قطعی میدم. اشکالی ندارد، ما تا فردا در شهر شما میمانیم تا جواب بگیریم. مرکز ما مسافرخانه سلامت است. به سلامت. سلام آقا. سلام از بنده است. ارادت خالصانه دارم. بسیار ممنون. خانه زادم. بفرمایید، خواهش میکنم، قربون شما. غلام سرکارم. سایه عالی مستدام. چه جوان نازنینی است. عفو بفرمایید. آخه جان من، این حرفا چی بود میزدی؟ تمنا میکنم عذر بنده رو بپذیرید. اونم بپذیره من نمیپذیرم. بنده خانم خالجانم رو شفیع قرار میدم. من از تو دلچرکینم جواب. تازه بابام هم گذشت کنه من نمیکنم. بنده شما رو به طور خصوصی قانع میکنم، اون با من. غیر ممکنه. من باید بفهمم اصل قضیه چیه. اصل قضیه سوء تفاهمه که کلیه ملت‌های بزرگ و کوچیک دنیا اسیر اون هستن. همین. من به دنیا کاری ندارم، خودتو میگم. قدیما قدما فرمودن من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میانه من و تو چیست بگو. خیلی خوب، اما دفعه آخرت باشه. بله البته، قول میدم. تصورشو بفرمایید اگه خدای نکرده محبوب خانم بنده رو در موقعیت اینجور لخت اور با کتاب با شما ببینن چه بلایی سر بنده میاره. حالا که اینجا نیست بخند، داره نگامو میکنه. نگاه میکنی؟ بخند بیشتر بخند. چی نگاه میکنی؟ اصلا دلت بخند. نه دیگه دلت بخند. عجب هوای لطیفیه عزیزم. بله البته قابلیت اونه داره که انسان چندین نفس عمیق بکشه. نفس بکش عزیزم. عزیزم بشین که قبل از رفتن تو آب پشتتو چرب کنه. تمنا میکنم دیگه بندر معاف کنید. ای با این حرفا چیه عزیز دلم؟ اگه خدای نکرده محبوب خانم میبینن که شما دارین بندر چرب میکنین، میدونین چطور میشیم؟ واه که تو هم منو کشتی با این محبوب خانم. شیرازه زندگی سعادت آمیز ما گسسته خواهد شد. آخ تو چقدر بانمکی عزیز دلم. بودما اگه در چنین موقعیتی قرار میگرفتن بدون شک فیلبدهای چند ابیاتی میسرودن. آره عزیز دلم، شعر لب آبم از اون حرفاست. بله ماساژ هم بد نیست. تنهایی از آره من که نمیبینی کاری داری برات انجام بدم؟ پشتمو چرک کن. بچه دیگه تو خودی من میام. خوبه؟ تمام پشمانی تنم چندی بگی از این بر اشتمون نده مجلی. آره بچه نهار قربان نگذره. آخه آخ خدا یه جو شانس به ما میدادی. آخ ما این ما بنده ای تو نیستیم، ماساژ دنده ای ما هم کو. شوهرکم من که نمردم. کاش کی مرده بودی. تو ماساژ نه نه هر وقت که مادر نه یه بچه شیطون نه 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 ن
لباس من میگیره. برق میگیره ما رو چراغ نفتی این خدا. برای جزه چرا چی کنی؟ اوی نه ریز ما بگی دیگه این چه بازی کردی؟ کاش ببینم جا خوش کردی یا نه؟ نفهمیدم زود باش لخشی داره؟ نه مشتی مالم بده نکنی این کنو مردم سکته میکنم بری بینم حالا ساکری شدم بعد از اینکه برگی شدی بده من اینم مال بویده خونم ایفا اون دوماد که اول حسین نیست؟ نه خواهزاده عیالشه میخواد دوماد بشه واسه همین اومده رامسر مرگ من راز میگی؟ نه اومده مثل دسته گلشو گذاشته تو خونه اون وقت اومده با این شلخته لاس میزنه عجب خبر دست اول نون آبداری جان روحن تموم شد بازم بمالم یا کافی؟ نه دیگه بسه بیا بریم آسانی بیا بریم عزیزم حتما ما مواد داریم تو خب دیگه بریم کجا؟ این دفعه میخواد تشویقه نه تشویقه نگو نیدی بیا بیا نه از خدا لعنتت کنه زن که نه تنبیهت را آدمی زد میره نه تشویقه آی بردم چه گرگی نصیبم شده دارم از هیر گرگی بیابونه سلام ای سلام و کوفت کاری چرا وقتی میخوای بیای تو در نمیزنی؟ تقصیر منو که خبره دست اول باز حالا واردم چی شده؟ خدا بیامرز ننم و بله مجانی به بابام نگاه حقا که پسر همون ننه ای بگیر نامزدت نامزد داره چی؟ آی دبیرزاده رو میگم نامزد داره خبرت مفت گرونه خودم اینو میدونستم بده من مرگ من راز میگی؟ تا بمیری حالا دیگه بزن به چاک اما ممکنه واسه خیلی ها دست اول باشه مثلا واسه کی؟ آی زرین کی میخواد این خبر رو به گوش اون برسونه؟ اما من که دهنم قرصه اما میدونی که امر خیری در پیشه یه وقتی دی خدا نکرده دهنم پری آره بگیر خدا آوری کرده ببینم حالا دیگه از دهنت نمیپره؟ به مرگ زنم نه قسم عزیز دادم که باور کنی قربان سلام از شد چی شده؟ یه خبر دست اول دارم از کی؟ نامزد شهرزاد خان خب قربان به جان شما نباشه به مرگ زنم من شما رو قلبن دوست دارم واسه خاطر پول نیست که رفتم این خبر دست اول به دست آوردم بلکه واسه خاطر گل روی شماست اما چه کنم که دستم تنگه و به پول احتیاج دارم که اونم تو جیب مبارکت اونه بیا لاغره که حرفتو بزن چاش قربان آقای دبیرزاده نامزد دیگه ای داره چی؟ به جون شما نباشه به مرگ زنم این حیاته کجا قربان؟ میرم این خبر خوشو به شهرزاد بدم این کار نکنین قربان چرا؟ خدایی نکرده سبک میشین من نشه بهتری واسد این دارم خب بگو ببینم از کنم که قربان من به خدا پوله که نیستم ولی این بیستومنی لاغره؟ استخونی بیا من پدر نامزد دبیرزاده رو میشناسم میرم بهش خبر بدم که با شهرزاد خانم رو هم ریخته خب چرا مطلی برو آخه قربان هنوز امر خیری که بارا دیگه اینقدر حرف نزن برو بیرون مسخره خب پولی گرفتم او آی دبیرزاده سلام از بندست علما فرمودن هم از توبره میخوری هم از آخا تمنا میکنم منظور نظر خودتون رو واضح تر تشریح بفرمایید به امر خیر کمک کنین تا درست تشریح کنم حالا وضع اقتصادی بنده فکر نمی کنم قابل تشریح باشه باشه ولی وقتی کلاغه به گوشه کربلایی دخترش برسونه که چه سراسری باش ارزاد خانم داری اون وقت پشیمون میشی آقا تمنا دارم زندگی سعادت آمیز بنده و محبوب خانم و دیگه به هم نزنیم دلم میخواد به هم نزنم اما امر خیری که در پیشه این جریان کلا بله خود قدما فرمودند هر کسی که هندوانه میگه هندوانه خربوزه بخوره باید سیپای لرزش هم بگیری بشینه موجودی بنده زیاد ده تومنیه صاف کلام خود چون پسر خوبی هستی ده تومن مال خودت 20 تومن بده بر امر خیر بده من خب بله البته بله البته ما رو کشت آقا شما مرد با انصافی هستی تمنا میکنم به جناب کلاغ بفرمایید سخنچینی کاری بسیار زشت و ناپسند است دیگه خیالت راحت باشه به مرگ زنم کلاغ خفقون میگیره دیگه خودم ها فرمودن سخنچین بعد بر ایزم که جان دارد و جان شیرین خش خودم میدونم خبرچینی کار خوبی نیست
اما چون نون نمک کربلایی رو خوردم مجبورم که حقیقت چه به شما من بگم. بیان زودتر بگو به امر خیر کمک کنید ها بیان. اینم کمک به امر خیر. حالا حرفتو بزن. چشم زن میدونی خوار زده چه دست کلی به آب داده؟ بله همه چیزو میدونم. از کجا میدونی؟ نجات خریقه خبرشو بود. به امر خیرم کمک کردی؟ آره چطور مگه؟ هیچی منم کمک کردم. گفت الانم امیر پیش اون رقصه برپریدن. برنشین بریم من باید آبروی اونو تو این شهر ببرم. ولی البته شرط خانم بنده قلبا مایلم که بازم به شما کمک کنم، اما حالا که نجات خریق به راز بنده پی برده دیگه ادامه مناسبات میون بنده و شما امکان پذیر نیست. تو خیلی بی ملاحظه. نخیر هرگز. پس چرا اصلا به فکر من نیستی؟ اگه مشتم پیش آقای زرین وا بشه میدونی چی میشه؟ شما میدونین اگه زندگی سعادت آمیز بنده و محبوب خانم به هم بخوره چی میشه؟ آقای زرین داره میاد. خب پس دیگه بنده مرخص میشه. خواهش میکنم امیر عزیزم اینقدر سخت نگیر، معلومه که بعد از ازدواج زندگی شیرینی داریم. وای وای عزیزم نگیر به من. چرا به 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 چشمم روشن. محبوب خانم باور بفرمایید بنده خوشم باشه عزیزم. محبوب خانم تو خودت چی هستی؟ سر به هوا. خانم پریجان اجازه بفرمایید توضیح بدم بنده. تو قرارت میکنی ایوه عزیزم به من برمیخوره؟ اجازه نده به توهین کنم. توف به غیرته، توف به شرم و حیا. نفر باید نفر به کربلایی بفرمایید منزل بنده خدمت میرسم. بنده خدمت میرسم اونجا تو منزل توضیح میدم. برو واسه عمت توضیح بده. خیر بنده میام خانه به خانم خاله جان توضیح بدم. لازم نچنده تو اصلا یاقت دختر منو بنده خلایه خرچه لایه کربلایی بیلشون کن. خانم خاله جان بذار برن. ابو خانم اهمیت نده عزیزم. چطور اهمیت ندم؟ تو بله مسلمه که اهمیت نمیدم. از کنم قدما فرمودن تا کور شود تنها که نتواندی. بله مسخره. سلام مسعود قربان. قربان کار تمومه، به امر خیرم کمک کنید. بی لیاقت، نقشه مسخره تو نتیجه معکوس داد قربان. دبیر سا جایی که نامزدیشو با شهرزاد به هم بسنه با نامزد اولش به هم سر. اشکالی نداره قربان، از سایه یه نقشه دیگه میگم. بعد از این لازم نیست تو کار من فضولی کنی. چون دیگه حنات پیش من رنگی نداره. برو بکاره. با حالا بیا خوبه دیگه کسی حق نداره اسم اون پسره رو پیش من به زبون بیاره. سلام عرض میکنم جناب کبلایی. بخ سلام سلام. ما هرچه منتظر ماندیم از شما خبری نشد. این بود که خودمان به پابوستان آمدیم. اتفاقا خیلی هم به موقع اومدین. بفرمایید تو زمینم مساعد هست. چجور مساعد بفرمایید بفرمایید. عرض نکردم دختر مورد نظر اشک شوق میریزد. بفرمایید. من میگم دیوار هاشا بلنده، اصلا انگار نه انگار. نه خیر اینقدر بلند نیست. قدیما قدما فرمودن راستی رستگاریست خانم، اما ای کاش میدونستم کدوم شیر پاک خورده ای راهنمای محبوب خانم و والدینش بودیم. و معلومه کار کار منظوره. یه جا طریقه؟ بله دیگه بنده حسابم باش تصویر میکنم. حالا میبینیم. مبارک است انشاءالله. مبارک است. از دیگر انشاءالله برای خرید عروسی خدمتتون برسیم. بله آقای شاطر سیف الله دیگه ما داریم فامیل میشیم. چه نفر بود که باید این حقیقت رو بیان کنید؟ خرج داره ها. عجب برای شما بیان حقیقت خرج داره آقا جان. بله پس بیان دروغ چطور؟ اونم بله اما کمتر. کمتر؟ برای اینکه خودما فرمودن دروغ گفتن خون ناغ نیداره. خب بسی بیانی از درست من با همون بسی کمان رو بیفنیم. اما ویگران مایا امروز بنده بسیار خوشحال هستم. منم همین ایشالا کار درست بشه شیرنی شو بخوریم. سلام عرض میکنم. سلام بنده است. سلام بنده است. نه اراده به خالصانه دارم. بسیار ممنون. غلام سرکارم. نفرمید این نفرمید. خانزاده. سایه علی مستدم. یارو کیه؟ ولو منم درست حسابی نمیشستم. چه جوانک نازنینی. خداوند ایشون رو به آرزویشون برسونه. آقای دبیر صده بفرمایید بیرون. بفرمایید. بنده به شما حق میدم، اما قدیما قدما فرمودن قصاص قبل از جنایت بسیار نارواست آقا جان. اما هر چی به امر خیر کمک کنین واجبه. سوء استفاده نفرمایید. چش. اجازه بفرمایید این متهم بیچاره که بنده باشم از خودش دفاع کنه. قضاوت محترم، به خدا موکل من داره این حقیقتی میگه. من برای ایشون تقاضای عفو میکنم. مگه تو خودت نگفتی که با اون زنی که شلخته نامزد شده؟ چرا خودم گفتم. آیا راستی بنده با ایشان نامزد شده بودم؟ نه بابا هرکی گفته غلا کرده. تو خودت گفتی قریق کش. من گفتم لابده چیز میزی تو کار بوده. چه چیز میزی بوده؟ هیچی نبود آقا الهام. پس چرا گفتی؟ غلا کرده دیگه نمیگم. باور بفرمایید حقیقت غیر از اونی که به عرضتون رسیده. بله قدما فرمودن شنیدن کی بابد مانند دیدن؟ دیگه باقی چه نخون؟ شنیدن چی آقا ما با چشمای خودمون دیدیم. به 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 اینو دیگه چی میگی؟ شما شریک دوست هستید یا رفیق قافله؟ والا هرکی به امر خیر کمک کنه من با اونم. با اونم. خانم خاله جان اجازه بفرمایید که بنده جریان رو به صورت عریان به عرضتون برسونم. بنده خانم شهرزاد رو از منجلاب فساد و بدبختی رهایی ببخشم. به این جهت به ظاهر رول نامزد ایشون رو بازی میکنم تا شاید مرد ثروتمندی که طالب ایشون هست بر سر غیرت بیاد و مبادرت به امر مقدس ازدواج بنماید. اگه اینطوره خیلی مرد هستن که من میتونم از منجلاب نجاتشون بدم. بله 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 دختری بله حضارو نزن. بقیده من آهای دبیرزاده یه غلطی کرده خودشم توش مونده. شما باید ببخشیدش.
بعدم به امر خیر کمک کنین که من با زودتر برم کار دارم. آقای غریق کشین یه موضوع فامیلیه، بفرمایین برین تا ما خودمون حل بشه. امر خیر میشه. امر خیر، الان عصر میکنم. اینم برای امر خیر شما، ولی دفعه آخرتون باشه. خدا هیچ کسی گرفتار امر خیر من، خدا حافظ. آقای خربلوی، لطفاً در من نبندید قربان. بفرمایید. سلام عرض میکنم. بفرمایید. قربان، قرار خرید عروسی رو گذاشتید اما تاریخش رو معلوم نکردید. شرمنده، من ما فعلاً منصرف شدیم. نفهمیدم چی فرمودید؟ گفتم فعلاً منصرف شدیم سیف الله. شاطرزاده؟ آقای شاطرزاده، ما که دیگر صمیمیتی نداریم. سلام. قربان مشتلق بدین کارتون درست کردم. مگه نگفتم دیگه مصاحبه من نشو؟ به سر مبارک قسم راست میگم کلی دوندگی کردم تا شر نامزد شهرزاد خانم کوتاه کردم. وای به حالت اگه دروغ بگی. دروغم چیه قربان؟ دیدم شما از دست من دلخور شدین، رفتم خودم به آباد. خب ادامه بده. فایده‌اش چیه قربان؟ شما که قدر من نمیده اونه. آه. بله. اخ 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 همه تا نخواه. یا بچه اسکناس استخونی لاغر. کاشکی عوض همه اینها یه چاقالو میدادیم. خودم ها فرمودن یکی مرد جنگی به از صد هزار. حرفتو بزن. هیچی دیگه، آی دبیرزاده رو با چه زحمتی بردم دست نامزد شد گذاشتم تو دستش، گفتم این به درد تو میخوره نه شهر. دیگه خیالتون راحت باشه، دبیرزاده نمیره سراغ شهرزاد. سلام کشتش منم. برم سراغ نامزدم آقای دبیرزاده. حالا دیگه این میره سراغ دبیرزاده. به امر خیر کمک کنید تا جلوی اینم بگیرم قربان. تو مطمئنی که دبیرزاده با نامزدش آشتی؟ بله قربان، به مرگ زنم خودم آشتیشون دادم. از شهرزاد داره به من حقه بزنه. فکر میکنم این طوره بایه. ممکنه چند دقیقه خدمتتون باشم؟ معذرت میخوام، من دارم میرم نامزدم ببینم. اتفاقا من هم با شما و هم با نامزدتون کار. چی کار داریم؟ میخوام از هر دوتون من بخوام. آخه من اول باور نمیکردم که شما نامزد داری. خیال میکردم شوخی میکنیم. حالا که مطمئن شدم باید معذرت. ممنونم، من پیغوم شما رو به اون میرسونم. مگه اشکالی داره با شما؟ اصلا چی میخوای؟ چرا دست از سر من ور نمیداری؟ بی خودی مقاومت میکنی شهرزاد. یه بار دیگه هم گفتم من مال کسی میشم که با من ازدواج کنی. لچ بازی نکن. محال من با تو سر سفره عقد بشینم، چون تو هم تراز من نیستی. تو یه خواننده ای، یه دختر کافه ای هستی. خیلی خب، پس دیگه حرفی با هم نداریم. چرا؟ میتونیم تا وقتی که از هم سیر نشدیم با هم باشیم. اگه قرار بود اینجوری زندگی کنم، تا حالا 100 تا مرد تو زندگی من اومده بودن. بفرما بابا. قربون دسته. رافی کجا هستی؟ چند روزیه پیش ما نمیاد. شطفلی رو بدی بیا تا واسه تعریف کنم. خوش آمدید. بنده روشن حضرت آقا سلام عرض می دارم. سلام. شما رو کجا من دیدم؟ والله بنده خواستگار سبیه کربلایی هستم. آها آها. روزیو شطفل منو بده میشه. آقا من سبیه کربلایی. خار نشدم. یا الله چون سره. بفرمایید. خیلی خوشم اومدم. براتون بریزم. عرض کنم که کربلایی بنده و حضرت ابوی را دست انداختن. یک روز میگوید دختر به شما میدهم، روز دیگر میگوید دختر به شما نمیدهم. پس چرا زودتر واسه من نگفتی؟ مگر از دست شما کاری ساخته است؟ وا اختیار داری دختر دست منه؟ جان بنده مرگ تو کاری دماشه ها، دستش میذارم دسته. حقیقتا میفرمایی؟ شک نداشته باش، تو به امر خیر من کمک کن تا منم به امر خیر تو کمک کنم. برای بنده اصلا پول ارزشی ندارد، من حاضرم در این روح جور بده. خب چه بهتر، تو فقط من پول بده جور میشه خوده باشه. بفرمایید. خواهش میکنم. این دوتا واسه امر خیر، این یکی هم واسه حساب میزه. بوزیو چطوری هم به حساب آقا بنویس در آخر حرفه ایه. بله شما رو نداره خور برد. بنده با اجازه هر چه زودتر این مجدرا به حضرت ابدی بده. مرکز ما مسافرخانه سلامت است. برو خیال راحت باشه، فردا خبر میدم. سلام خدا حافظ. آدم روی چی؟ موسیو. بله. تا حالا چقدر پول پیش جمع کردی؟ 3200 تومان. اینم 4200 تومان. ها. اینم 240 تومان دیگه. خب چقدر بوده تا 10000 تومان بشه؟ 10000 تومان بده کاری. آره، مهریه زنم 10000 تومان میخوام. بابا راحت باش. ها. بیا خانم مامو قربون دستم. میتونی بری منصور خانه نجات خریگ و صدا کنی؟ بله، اما به خود خرج دارم. ببینم تو فامیل منصور خانی؟ از کجا فهمیدی؟ بله از اخلاقت. خدا بهت برکت بده. من میرم اون طرف پل منتظرش میشم. چشم چشم. رفتم که رفتم. حالا که به امر خیر کمک کردی، برو خیال راحت باشه. دلم میخواد تا فردا خبرشو بده. خاطر جمع باشین. شوهرم جی چیه؟ پرو بسنر بده تا خبر خوش بکنم. گدا به گدا رحمت به خدا بی بگی. یه دخترم طرف پل منتظره. بگو مرگ تو. مرگ تو. مرگ آبچی. این روز کاسه این رو بباز دو تومنم از آبچه میگیرم که خبرش کنم. روز دخت دادم. دور بینه لزومی. به چشم. بابا محبوب خانم سلام. چه شدی؟ حال فقرا گردی خانم. اومدم اصل قضیه رو بفهمم.
درسته که من با امیر آشتی کردم، اما حرفش باورم نشد. اصل قضیه همون که خدمت شما عرض کردم. تو خدا هرچی میدونین بگی. چشم، چون ننگیرم کردین دیگه مجبورم بگم. نامزد شما یه ریب کفشش هست. آخه مگه ممکنه یه مرد و یه زن شب و روز تنها باشن، بگن، بشنون، بخندن، لخ بشن، همدیگر رو ماساژ بدن، تازه هیچی به هیچی. من که ای جای اون مرد بودم نمیتونستم جلو خودم بگیرم. البته باید عرض کنم که میشه یک موانع ایجاد کرد و از این راه خب زلیل مرده، تو سیرمونی نداری؟ نه ای با خانم، من با شوهر شما کار داشتم. تو غلط کردی، چه کاری میتونی با شوهر من داشته باشی؟ بر پریده، چرا شما دست از سر شوهر من بر نمیداری؟ پدر خوشگلی بتونه. آخه اگه این شوهر من باره مادره، اجازه بده منم حرفم بزنم. چه اتفاقی افتاد؟ من خوب بجام بالاتر آقا بلی. بس که دنبال اون زن که رقاص موسموس میکنی، نامزدت هم شوهر من از را به در میکنه. بنده با موسموس تالا موسموس هم کسی ندیده. زن بابات خوب نه. نفهمیدم شما با شوهر این خانم چیکار داشتید؟ محبوب خانم همون کاری که تو با شهرزاد خانم دارید. حرفا از شما قبیحه ها. از تو قبیح نیست؟ به بنده جواب سربالا ندید. مثلا بدم چی میشه؟ زبون درازی نکنیم ولی به خدای لایمان خوابه نمیخواد واسم شاخشونه بکشی. من اگه تیکه تیکم کنم زر تو نمیشه. بسیار خب، قدیما فرمودن، میگم قدیما فرمودن، قدما فرمودن مرگ یه دفعه شیبه نفش ده دفعه. نور چشم من، از قرائن پیداست که این دختر را به تو نمیدهند. بیا برگردیم ولایت. ابوی بزرگوار، فرمایشات شما را بدیده منت دارم، اما مردی از فامیل دختر دیشب تو کافه به بنده پیشنهاداتی کرد. از همان پیشنهاداتی که در شهر به شما شد؟ خیر، از قماش دیگری بود. به بنده قول داده است که دست دختر مورد نظر را در دست بنده بگذارد. نور چشم من، در شهر دیگر قول و قرار زیر ماشین رفته و مرده است. کدام شهری را دیده ای که قولش قول باشد؟ زن حلال زاده هستی. مگه شک داشتیم؟ به امر خیر کمک کن تا یه خبر خوشی بهت بشی. زمینه مساعده، اصلا کار تو تمومه. مرگ بنده به جون پدره. دخترر کردم تو اجده اومدم دنبال تو. آفرین، با ابوی بزرگوار من آشنایی پیدا. قربون شما. هیچ چی. قربون شما. خدا برکت بده. خیلی خوب باشه. حلالتون باشه. زودتر به اتفاق ابوی محترم برین که موقع مناسب. خداحافظ. خداحافظ. ارادت خالصانه دارم. بسیار ممنون. خدا به سرکار. نفر بید، این نفر بید. خواهش بود. خانه زادم. سایالی مستدام. عجب پسر نازنینی هم پدر جان. مثل این که خیلی وقت نامزدت پیداش نیست. هر چه باشه برمیگردیم. بس بردار. اون با نامزدش آشتی کرده. شاید هم تا حالا ازدواج کرده باشه. غیر ممکنه. امیر جون، سلام. سلام شهرزاد جان. بنده به قصد خدا حافظی خدمت رسیدم. خیلی خوب کاری کردی. بله، اومدم خدا حافظی کنم دیگه از حضور مرتضی. بریم بالا عزیزم. بالا بچی. بریم. بالا خدا حافظی. من خوشحالم اینطوری با هم دیگه نزدیکتر هستیم. با چمدون نزدیکتر میشیم. باشم تو بریم بالا. بالا. اگه راستش بخواین از محبوب خانم مختصر خلافی سر زد و بندم عطای ایشونو به لقایشون بخشیدم و خدا بیزید. خیلی متاسفم. خواهش میکنم، قربون شما. هنوز که تعطیلات تموم نشده، حالا واسه چی میخواییم بریم تهران؟ حالا به جهت این که اقامت بنده دیگه تو این شهر بیفایده است. آخه شما که این همه راه و واسه ازدواج اومدین، حیف دست خالی برگردین. خب بله البته، ولی بنده تو این شهر غیر از محبوب خانم دختر دیگه ای رو که نمیشناسم با ایشون سر کنم. تو رو خدا کم لطفی نفرمایین. بله. شما خیلی ها رو میشناسین. فیلم مثل؟ مثلا خود من. شوخی برمایین. این دفعه با چمدونش اومده که همینجا پیش شهرزاد بمونه. غلط میکنه، مگه من مردم؟ باید برم ببینم قضیه چقدره. خب پس چرا وایستدی؟ برو. قربان شما اگه میدونین من پول کم مسئله ریاله با این جیدن. از قبول میفرمید که دست از خوانندگی وردارید و شروع کنید به نوازندگی و تک نوازی. البته سولو فقط برای خودم و جای محبوب خانومو توی قلب بنده پر بکنید. بله متشکرم. به کوری چشم زرین. بله مرسی. ببینم موافقی که همین امروز عقد کنیم؟ بله بله البته.
خیلی خوب، پس پاشو بریم. پنگوانم ورده سم. خوب شد اومدی منصور. خوش خبر آجین. مرسی، بودو برای یه آقا خبر کن. اشتهاتو برم. مگه این آقا و اون آقا چی بشه اونه؟ منظور نظر سرکارخانم شهرزاد عاقده، یعنی کسی که عقد میکنه. مگه خبر مبرایه؟ آره، من آقای دبیرزاده همین امروز میخواییم با همدیگه عروسی کنم. عروس خواهیم. هیچ، اگه لازمه تبریک بگید فقط به خود بنده تبریک بگید کافی آقا. پس بمونه واسه بعد. امر خیر فراموش نشه. ان شاء الله مبارک پسر گاگل زریتون دختر ماما برو. خوش اومدی. سلامت. مخصوصا به منصور گفتم. چون دهنش لقه بهت قول میدم همین الان بره به آقای زری خبر بده. خدا کنه اول به گوش محبوب خانم برسانت. سلام. چه فرمایشی داری؟ آه، امر خیری در پیشه. صاحب امر خیر دنبال عاقد میگشت، من گفتم بیاد دنبال شما. شما محبت دارید آقا. شما هم اختیار دارید آقا. آدرس رو لطف بفرمایید من بنویسم. ضمناً منم امر خیری در پیش دارم که شما باید محبت بفرمایید. پس دیگر حقیقتاً بنده داماد خواهم شد. بله آقای شاطرزاده. سیف الله صمیمی‌تر است. ما دیگر داریم با یکدیگر فامیل میشویم. مبارک سیف الله، مبارک شاطرزاده. بابونی خیر کمک کنید تا یه خبر دست اول بدم. از امیر؟ از اکی؟ بگه حرفتو بزن. بودو که دبیرزاده داره عروسی میکنه. کجا؟ الان سر سفره عقده. بالاخره سرت به سنگ خورد. تو چرا از این شهر نمیری؟ منتظر چی هستی؟ میخوام شکست تو رو ببینم. مگه تو خواب ببینی؟ به قیمت ازدواجم که شده به چنگش میارم، اما بعد از عروسی من میتونم با اون دوشیزه مکرمه شهرزاد خانوم، بدایی وکالت میدهید که شما را با مهریه 200,000 ریال وجه نقد و یک جلد کلام الله مجید به عقد و نکاح دائمی آقای امیر دبیرزاده در بیاورم. نه خیر، نه خیر جواب نمیدی. دست درد نکنی. چی شده؟ بیا بیرون، میخوام چند کلمه باهات حرف بزنم. کارم داریم و با هم قرار بودیم که شما بفرمایید ببینید چی میگه. آقای عاقد بیاین. جانم باریکالله، تو مالو به اون رقاصه فروختی؟ شما خودتون اینطور خواستین محبوب بخونین. چرا تهمت میزنی؟ من اگه تو رو نمیخواستم پس واسه چی اومدم اینجا؟ قرار کاری است گذشته سو سبویی. عقدش کردی؟ هنوز خیر. پس منو عقد کن. به دایی وکالت میدهید که شما را با مهریه 1,000,000 ریال وجه نقد و یک جلد کلام الله مجید به عقد و نکاح دائمی آقای نادر زرین در بیاورم. بله. مبارک است انشاءالله. مبارک است. بله دست بزنید. دیدید ما تو چیکار نادر زرین؟ وای بله بله مجدداً مبارک است سرکار خانم. مبارک مبارک. قول بدی که دیگه به من دروغ نگی. شما هم قول بدین که دیگه خلاف میل بنده رفتار نفرمایید. قول بدم. پول میدم. بفهمید بفهمید. هر چی شد بسته شد. من رو خانم بلا آقا اینشو بگیر. بلندش کن. کمک کن. کمک کن دیگه. اول شما به امر خیر کمک کنین تا با یه خبر خوش حالش من جمع. اون امر خیر بادش بزن. خب بباره ولده این دختر مورد نظر منصرف نشدن بایست این نون رو به تنور بچسبانی. نور چشم بنده از ساعت برای خرید عروسی به بازار میروی. خانم سلام. آقا سلام. سلام از بنده است. سلام از بنده است. ارادت خالصانه دارم. بسیار ممنون. غلام سرکار هستم. اینه دیگه نفهمی قربون شما. خانزارم آقا. سایه آری مستدام. چی میگه این یارو؟ تو این یارو رو از کجا میشناسی؟ اصلا نمیشناسمش. هر وقت منو میبینه الکی سلام علیک میکنه. اون خواستگار منه. خواستگاری؟ آره خیلی هم سمجه. بشره خیلی گرم میرم من. آی بایی سمیرم اون برید. بایستر چه جوان نازنین. بایستر کاری دارم. فرمایش بفرمایید. با کمال ادب بهت اختار میکنم که پای کثیف تو از کفش تمیز نامزد بنده بکش بیرون. فهمیدی؟ نامزد جناب عالی چه کسی است آقا؟ محبوب خانم بفرمایید. عجب، از کربلایی میخواهد دخترش را به دو نفر شوهر کند. خور دادن که فقط به بنده بدهن. بنده حق تقدم دارم آقا. حق تقدم با من است که نور چشمی مشهدی کربلای حاج شاطر آقا هستم. شاطر آقا به ترتیب تشرف. اولا اون کسی که خریدار شدش من بودم. باعث گرمی بازار شدش من بودم. این زمان عاشق دلخسته فراوان دارد. بس دیگه، ناسلامتی منم آدم هست. نظر منم شرطه. من البته حق با شما. بر سر دوراهی انتخاب کن. منو اگه بکشن زن کسی غیر از آقای دبیرزاده نمیشم. تو دماغت میگیری میخواد زن بگیری. برو ببین. دست دست دونه دونه گل بریزین گل بونه وقتی لپا باشه خندون یه ذره غم نمیمونه. لای 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 لا 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 لا
دیدین. درست است. دست دست دونه دونه گل بریزین گل بونه وقتی لبا باشه خندون یه ذره غم نمیمونه. لای 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 قربان مام خیلی زحمت کشیدیم برای امر خیره. بله بله. زمنان زن بچه همون هم دمدر منتظرن. زن بچه من هم منتظرن. آقا آقا داما قربان بله من مشکرم. ببین میگم نمیگی میدونم. اگه آدم شانس میاره اینطوری بیاره خوش به حاله. خیلی هم خوشبین نباشین، خوشبختی عروس خانم زیاد طول نمیکشه. به حرفای مردم اهمیت ندینا، بلخص خانما که همیشه حرفاشون غالبا از روی حسادتی. اون چقدی بود به دادن ازالا؟ 50 تومانی. بده من به درد نمیخوره. چرا؟ با این بسنی نمیدم. آها بزرگه. آره این کوچیکه رو بگیم. سلام عرض میکنم. سلام آقای شجرزاده. سیف الله صمیمی تر. سیف الله ای والله. بنده در جستجوی شما به کافه رفتم، فرمودن که منزل تشریف داری. خب به منزل مراجعه کردم، سرکار خانم زحمت کشیدن و بنده را حضور شما آوردن. خوب کاری کردن، اومدی به امر خیر کمک کنی ها؟ خیر دختر مورد نظر را به من نداد. اوه الحمدلله. پیشنهادات دیگری دارید یا برگرد؟ خب دختر مورد نظر کیه؟ خواهش میکنم به کسب و کار من دخالت نکن، مگه من به تو قول ندادم که دستشو بذارم تو دستت؟ چرا چرا فرمودی؟ پس به امر خیر کمک کن تا منم سر قول خودم بمونم. ببینم موضوع امر خیر چیه؟ نمیدونم، حتما یه کوزه زیر نیم کاسه هست. من 50% کاری که رضا تو بوده گرفتم. 50% دیگه هم که رضایت نه باشه تا به امر خیر کمک نشه دنبالش من نمیام. آخ بفرمایید. خدا بارک بده. قربون شما. زیاده. بسم الله بفرمایید. قربون تا. بنده چی منتظر خبر جناب عالی باشم؟ شما بفرمایید خبر با من. بسیار خوب. خداحافظ. خداحافظ شما. سایه مبارک. خدا خوش. به ده سر نگردیم. خیر. همونجا در مسافرخانه سلامت میمونم. به سلامت. اینقدر بمون تا زیر باد علف زحمت بشه. خب بشمونمش ببینم چقدر جواب. موزی این پولا رو که به اسم امر خیر میگیری چیکار میکنی؟ میذارمش واسه امر خیر. خب امر خیر چیه؟ بعدا میفهمی. من همین امشب بعدا میفهمم. خدا جونم. باز ما باید امشب بیرون بخوابیم. وای. شهلا تو نادر رو ندیدی؟ چرا؟ اونجا دم بار وایساده. نمیریم؟ بالاخره شکست خوردی. چه شکستی؟ من میخواستم اونو تصاحب کنم که کردم. مطمئن باش از نظر من شهرزاد با زنهای دیگه هیچ فرقی نداره. دیر یا زود ردش میکنه. ولی حالا دیگه نمیتونی، برای اینکه اون زنه که عزیزم. چه فرقی میکنه؟ مهریهشو میدم و ولش میکنم. شنیدی درباره چی میگفت؟ دیره. من که به تو گفتم اون نمیتونه با یه زن سر کنه. هنوز نشسته این؟ اتاق من کجاست؟ یعنی چه؟ چی داری میگی؟ به من دست نزن. منظورت چیه؟ طلاق میخوام. چه؟ نمیفهمم. شب عروسی؟ چه فرقی میکنه؟ راهیه که چند روز یا چند هفته یا چند ماه دیگه باید بریم. چرا همین امشب داریم؟ مگه تو دیوونه شدی؟ چرا به طلاق فکر میکنی؟ مگه تو فکر نمیکنی؟ اصلا این ازدواج مسخره است. برای چی بله گفتی؟ تو دیدی با هیچ دوز و کلکی نمیتونی منو به چنگ بیاری. بدون اینکه قبلا به خودم خبر بدی، حتی بدون اینکه بپرسی من موافقم یا نه عقدم کردی. منم قبول کردم، فقط برای اینکه به تو ثابت کنم اون چیزی که دو نفر رو به هم پیوند میده ازدواج نیست، عشقه. یا لااقل اول عشق بعد ازدواج. تو به هر حال زن منی. صبر کن. تو این شمال من میشی. غیر ممکن. جا صبر کن ببینم. چی نشد که من از تو بخشیدم؟ همچی داد میزنم که تمام مسافر از اتاقاشون بریزم بیرون. این لعنتی. آخ آخ خدا ذلیل کنه زن. آخ بازرم دکتر مثل رطوبتی شدم. خب بازم نمیگی امر خیر چیه؟
اگر بفهمی فردا مرده منو تحویل بچه تازه اگه نفهمم همینجور میگی یا نه؟ نه پس باشو بیا بیا من دیگه فایده ندارم حالت میارم بلند شو بیا باشو بیا باشو معشوقات عوضی گرفت تو زن منی بله اسمم بله دیوونه میکشمش بایسا ببینم چی کار داری بکنم میگم بایسا بیرم کن تو سعی کنی بیرم تمکن کنی چه کاری در کار نیست بسیار کجا داری میری چه خبرتونه با یه کار زندگی ندارین؟ عزیزم آروم بگیر به من نگو عزیزم اون ریگم نیا بیرون برو تو چشم عزیز دلم تو کجا داری میری؟ رکم شاخ تو رو خدا میبینی؟ آخه به اینم میگن زندگی؟ چرا همه لختن؟ سلام خانم شهرزاد سلام بنده به اتفاق محبوب خانم جهت عرض تبریک خدمت رسیدیم بس که به موقعم رسیدیم بلی؟ بهتره به من تسلیت بگی تسلیت ویسکی بیار خیلی زود چشم سلام قربان ممکنه جسارتاً بپرسم چه اتفاقی افتاده؟ زن رسمی منه اما چی قربان؟ دست از سرم بردار بفرم یه بطر بیار حتا ایوا عزیزی دلم آخه چرا صبح به این زودی داری مشروب میخوری؟ برو گورتو گم کن چرا عزیزم بذار من دو کلمه حرف بزنم آخه من چی کار کردم که تو اینقدر عصبانی شدی؟ تو؟ بریم تو اتاق تا برات اگه راست میگه همینجا بگو میخوام مردم میونه ما قضاوت کنیم دست از سرم وردار حب باز عزیزم چرا همچین میکنی؟ اینقدر عزیزم نکن برا تنها بذار کجا برم عزیزی دلم خیلی خوب باشه من میرم ایوا کجا؟ میرم جایی که دستت به هم نرسه بدش من ببینم تو چرا بلند نمیشی بری خونن اوخی شما جر نمینین قربان من از دست زنم دارم خب وقتی شما بعد از 24 سال زندگی از دست خانوم فراری بشین میخواین من بعد اولش 10 سال از دست اون عجوزه در نه ببینم مگه زن تو چجوری بگم بیپرده به وظایفم زناشویش عمل نمی کنه اون برپرده میگی اگه زورش برسه دم به ساعت عمل میکنه آشقاله خدا نست کافر نکنی اگه زن منم مثل زن تو بود خوب. من حالا اینجا چی کار میکنم؟ کاری نداره اگه خیلی دلتون میخواست زنم میبسم یادش بده اما بعد تو لعنتش من نکنی یا نه ولی زن تو که پس اون دیوونه بر نمیاد اوخی خیال میکنی قول میدم چنون راش بندازی که فرد شب بازم مثل من شما فراری بشی به شرط اینکه به امر کوه کی ماموریت رو به شما داده؟ شوهرکم اون از کجا فهمیده؟ آقاتون واسش درد دل کرده با هم دوست جونجونی شدن نه پیش چه کسی هم درد دل کرده لابا تا حالا تمام مهمونای هتل جریان رو فهمیدم ایوا نه شوهرکم دهنش قرصه کشتیار شدم نگفت موضوع امر خیر چیه خب حالا شما اومدین که بگین چی؟ من میگم اگه مرد چشم و دل سیر نباشه رندون از چنگ آدم درش میارن حالا اگه عیب از خود مرد باشه چی؟ آره؟ چه چیزا؟ آقا مرد دارم منصور به کسی نگی یا عیب از خود آقای زرینه مرگ من؟ آره مطمئن باش از آلا زرین مطمئن به کسی نگی آقای بابا آقای آیا
علیکم. سلام. دستون بهم بود. خیلی خوب خیلی کردی اومدی. همین الان تو فکرت بودم. خانم شهرزاد، اومدم خدمتتون عرض کنم که بنده از صمیم قلب برای سرکار. چرا؟ والا شایعاتی درباره شوهر ارجمند سرکار بر سر زبونه هست که باعث تأسف شدید بنده شده. چی جای خنده هست؟ نفهمیدم. اون قضیه رو خود من شایع کردم. عجب، عجب، عجب. آره، خواستم کاری کنم که دیگه هیچ زنی به نادر محل نذاره. عجب، عجب. کی میتونه باور کنه؟ باور هم به شرم یا خونجوریه نگاش کن. تو نمیدونی چقدر ثروت داره اون وقت بدبخت بیچاره. راست میگی دیگه، خود اون همه ثروت رو با آدم بده اما اصل کاری دلم براش بسوزه. خیلی جوونه. بیا بودو میگم که این همه آقا هست که بسیم تعریف کردن. آره هم یه خود عذیتی بوده بوده. خدا یا شکرت اگه به ما قد بلند ندادی عوضش اونجوری بلند نکردی. بله، به چه مناسبت منو برای این کار انتخاب کردی خانم؟ برای اینکه شما مردی بی خطری هستی. فریده بیا بیا خودتو مرگم بدی. قربان سلام عرض میکنم. دوای دردتون پیش منه به شرط اینکه به امر خیر کمک کنیم. دوای درد من؟ دوای درد من چیه؟ خرما میوه معجزه یه سنتی که وا یا خوبیگا مردی که اونجا نشسته میبینی؟ آره میگن مرد نیست. نه بذار ببینم چیزی رو فراموش نکردی. معجون، مربای شقاقل، عسل، موز، نارگیل، شامپاین، خاویار. درسته، بذار بیم. اینا چی؟ سینی انتخابی مدیریت هتل برای جنابالی. آخه من اگه این چیزا رو بخورم که من الان اصلا هیچی میل ندارم. آه خواهش میکنم میل بفرمایید قربان. چه اصراری داری؟ برای تو خیلی خیلی خوبه قربان. بشین ببینم. چشم برو. چشم بازو چی؟ چیزی نیست قربان، خودتون اصلا ناراحت نکنید. من میخوام همه چیزو بدونم قربان. من دقیقا اطلاع ندارم. نجات خریقه همه چیزو میدونه. مردی که یه واقعه باز کسی کنه یوغوری ترکیدم. تو باید با من همکاری کنی. بله. نه 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 نه، این دیگه امکان نداره چون بنده به سرعت عازم هجله هستم. از کنم تمنا دارم سرکار به اتفاق شوهر گرامیتون آقای زرین بنده و محبوب خانم رو سرفراز بکنم. نه تنها سرفرازتون نمی کنم، بلکه ممکنه این عروسی اصلا سر نگیره. خدا نخواسته باشه. برای چی؟ من همین الان میرم پیش محبوبه و بهش میگم که من و تو همدیگر رو دوست داشتیم و داریم. شهرزاد خانم، آخه این چه دشمنی است که در حق بنده میفرمایید؟ باید هر چی میگم گوش کنی. بسیار خوب، بفرمایید از بنده چی میخواد تا انجام بدم. میخوام حسابی با هم گرم بگیریم طوری که نادر حسودیش بشه. آخه شما از این کار چه نتیجه‌ای میخواییم بگیریم؟ خب معلومه. نادر یا هرچی زودتر طلاقم میده یا تربیت میشه و قبول میکنه که من زن اول و آخرش باشم. بنده بسیار متاسفم، این کار از بنده ساخته نیست. خداحافظ شما. مرمت زیاد پشیمون میشی. اگه تا فردا صبح نیای اینجا من میام پیش محبوبه. سلام عرض میکنم. سلام. کارت دعوت عروسی را آوردم خدمت خانم، امیدوارم سرفرازمون بفرمایید آقای زرین. سلام. چرا این شایعات سر زبونا انداختی؟ حرف بزن. منظوری نداشتم عزیزم، فقط میخواستم زنا دست از سرت بردارن. این کارو زنی میکنه که مردشو دوست داشته باشه یا زنی که بخواد شوهرشو تربیت کنه؟ تو کوچکتر از اونی که بتونی همچین کاری رو بکنی. آقای زرین. سلام عرض قربان. سلام. بشین گارسون یه لیوان. قربان با بنده فرمایشی داشتین. آره بشین بفرمایید. مرسی. دست شما درد نکنه قربان. خب سلام. بیا. او واسه امر خیر قربان. آره خدا به شما عوض بده. شرطش اینه که دهن لقی نکنی. اون که لازم به سفارش نیست قربان. من به روابط اون پسر و شهرزاد شک دارم. جدی میفرمایید؟ میخوام اونا رو زیر نظر بگیری. چش قربان. ولی فضولیه ها، حالا که اینجوره چرا خانم طلاق نمیدی؟ نمیتونم طلاقش بدم. مهر سنگینه. هیچ وقت عاشق شدی؟ نه قربان. پس دیگه سوال نکن. چش قربان. فردا صبح من از اینجا کجا قربان؟ ظاهرا میرم شکار، اما تو جنگل اون طرف جاده مخفی میشم. بله. اگر روابطی میونه اونا باشه از غیبت من سوء استفاده میکنن. اون وقت تو بی سر و صدا میای. چش قربان. ولی یادم نیست به امر خیر کمک فرمودین یا نه. و شما هم دفعه هر وقت پیش من میایین با ساک بیاین. ها؟
هر چی داریم رو کنیم تبساط رو بریم. شما بفرمایید پول میز حساب کنید، من بقیه این دوا رو بخورم که فاسد میشه. خب به سلامت، خوشگله. بیا رجال دیگه امری نداری خودم. جانم جان، روز روز کاسبیه. شرم‌آور خانم، خدا میدونی که مردم در مورد ما چه تصورات عاطل و باطلی میکنن. مردم مهم نیستن، خدا کنه فقط منصور یه نظر ما رو ببینه. منصور؟ کو منصور؟ امروز دیگه تا نورچشمی رو داماد نکنم دست بردار زن. خیلی ممنون، خیلی ممنون. مطمئنی که بنده با حضرت ابوی سنگ روی یخ نمیشه؟ اگه شدیم با من از نکردم زمینم مساعد است. چه خبره؟ سلام عرض میکنم. بنده هم به همچنان. کربلای منزلین؟ چرا هست؟ چیکارش داری؟ خانم من اومدم که یاد دست آقای شاطرزاده رو تو دست شما بذارم. یا دست شما رو تو دست آقای شاطرزاده. سیف الله بفرمایید صمیمی‌ترم. سیف الله شاطرزاده صمیمی. مگه شما خبر نداری من نامزد دارم؟ اون نامزد واسه نامزد شده اینه. ایشون یک سر دارن هزار سودا. باز چی شده؟ یعنی خبر ندارین آقای دبیرزاده با شهرزاد خانم چه سر را سری داره؟ دست بردار، امین همه چیزو به من گفته. اون مصلحتی با شهرزاد خانم گرم گرفته بوده. خیال میکنه حالا یه سرد شدن؟ نه خیر خانم، از همیشه داغ‌ترم. بعد از عروسی شهرزاد خانم. بله حقیقتاً که شرم‌آور است. من که باور نمیکنم. کاری نداره، دست شمین برین پلاش با چش خودون به همینی. الان بابامو خبر میکنم. یالا قصه آخره بدین کارم تمومه. من باید دارم دنبال یه مأموریت دیگه. یالا اینم واسه شام شب بچه‌ها. خب چه خبر؟ مگه میشه من دنبال مأموریتی برم بی خبر برگردم؟ خب خب قربان، از بابت امر خیر. حرف بزن قربان. جفتشون تو پلاژن. ایوا منو جا گذاشتی. خدای نکرده حیوانای وحشی داغم به دلتون میزننم قربان. وای خدا مرگت بده که آبرو واسه بون باقی نذاری. خانم خاله جان والله اشتباه میفرمایین. خانوما باور کنین که سوء تفاهم تو دیگه حرف نزن. کربلای شما که مرد عاقل فهمیده هستین اجازه بدید من که مگه یه دفعه دیگه پاتو تو خونه من بذاری قلمای پاتو میشکنم. خواهش میکنم تمام نمیکنم به عرضم توجه بفرمایید. بخوام شاه بریم بریم خانم بفرمایید. خواهش میکنم محبوب خانم سرکار به عرض دیگه خفه شو لازم نیست. خدا من یه خدا اگه تیکه تیکه هم کنن دیگه زرد میشم. خواهش میکنم یارم جیان بنده دیاغت بدن عبوی بیزدارم سیف الله شاطر زادم. ما که دیگر با هم خصوصیتی نداری. میخواد خصوصیتم داشته باشیم. کج و کوله را رفتنش باش. با کوری چشم شما بنده بالاخره داماد شدم. حالا تو برو مماخته بگیر. خواهیم دید. شهرزاد خانم هر بلایی که سر بنده نازل بشه از جانب شخصش. من خیلی متاسفم امیر جون. خود به من نگو امیر جون. هر کاری دارید همین امروز بکنید. چوم است. باید محبوبه رو برای آقای شاطرزاده عقد کنیم. سیف الله صمیمی‌تر از خود. سیف الله اینو بهت بگم اگه دیر به جنبی ازت دلخور دلخور میشم. با دیده منت دارم. مهمانانتون رو شما دعوت بکنیم. بنده و حضرت ابوی همین امروز آمادگی داریم. نور چشمی درست میگوید. امروز شب جمعه است. ساعتش نیکوتر است. تو رو خدا ناراحت نباش. وقتی آبا از آسیاب افتاد خودم دستامو بالا میکنم و یه دختر خوشگل تر از محبوبه واسط میگیرم. بله البته های خوشبو در گلستان فراوانند اما هیچ کدوم بوی محبوبه رو نمیدونم. من میدونم مقصرم اما باور کن نمیدونستم اینطور میشه. من تقدیر چنین بود. چی شد؟ آقا ناراحت نباشید زخمتون سطحیه. ناراحت نباشم سطحیه. کمی ترسیده فقط چند قطره از اون شربت بهشون بدین حالشون کاملا خوب میشه. خدا خیلی متشکرم دکتر. متشکرم دکتر جان. آقای زرین جان من اولین بار در زندگی به خاطر شما مبادرت به گفتن دروغ ورزیدم و اظهار داشتم که در شکار مرغابی گلوله شما پای بنده اصابت کرد مشروعم کرد. از این بابت متشکرم اما این باعث نمیشه که من از کشتن شما ها صرف نظر کنم. چی میگی عزیزم؟ خیانت من با خون پاک میکنم. آقای زرین
بنده سوگند یاد میکنم که هیچ خیانتی در کار نبوده، اما از آن دارم که نقشه خانم شهرزادم برای رام کردن شما خیلی کودکانه بوده است. برای رام کردن من؟ بله. خودش از من تمکین نمیکرد، حالا ادعا میکنه میخواسته منو رام کنه؟ تمکین نمیکرد. تمکین نکردن من علت داشت. چه علتی؟ تو میدونستم میخوای منو طلاق بدی. دروغه. کسی نگفته، خودم شنیدم درست شب عروسی وقتی که با شیدا حرف میزدی. بر فرض که درست باشه، فقط به خاطر شنیدن یه حرف باید این همه جنجال به پا کنید؟ البته فراموش نفرمایید که اون نجات غریق در به وجود آوردن این حلوا یعنی بلوا بیش از همه سبب داشته. آخیش از کدام موسیقی نوش جان بره جایی که درد و غم نباشه. پولم ورده بیار میخوام برنده هاشم. نه منصور، تو نباید زن تو طلاق بدی. تکلیف بچه چی میشه؟ خدا بزرگه. درسته، اما تو اونا رو درست کرده. من که تنها مسئول بچه ها میزم، زنم هم مسئول آقا جون، خودش هم باید نگرشون داره. اینا ایش کدوم دلیل نمیشه که تو زن تو طلاق بدی. اتفاقا من نمیخوام طلاقش بدم، اصلا منصرف شدم. باری چالا منصور، من میدونستم تو آدم عاقلی هستی و این کار رو نمی کنی. بله، هرچی فکر کردم حیفه 10,000 تومن پول بی زبونه بدم به اون آسمون قرنبه زبون دار. واسه همینم هم تصمیم گرفتم خودم گولار رو بردارم و فرار کنم. شوخه میکنی منصور؟ خیلیم جدی میگم، زودتر پولام بده میخوام برم آجون ده. نه منصور، تو نباید به عقد دست بادی کنی. من به هیچ کس بدی نکردم به جز به یه نفر، اونم آقای دبیرزاده بیچاره است که میخوام برم پیشش و ازش حلال بودی بطلبم. یالا پولام بده بلا داد میزنم. خیلی خب بابا، من به پول تو احتیاجی ندارم، میرم از بانک میگیرم و بهت میدم، اما تو از کارت پشیمون میشی آخر. اتفاقا شاعرم همینو گفته، تا تو بری بانک منم میرم پیش آقای دبیرزاده و برمیگردم به سلامتی آزادیم. آخ، نمیدونین چقدر هوای ازدواج زده به سرم، دلم میخواست همینجا رو تخت پا تختیم بود. خوشحالم آقای زرین که بالاخره تصمیم به ادامه زندگی زناشویی گرفتی. شرطش اینه که بعد از این شهرزاد دست از پا خطا نکنه و مطابق میل من رفتار کنه. من همیشه به اطاعت میکنم، فقط قول بده من آخرین زن زندگی تو باشم. قول میدم عزیزم. خوشحالت. سلام. سلام عرض می‌کنم. سلام. حالتون چطور آقای دبیرزاده؟ والا اگه راستش بخوای هم چیزی تعریفی هم نیست. خدا نکنه پاتون خیلی درد می‌کنه. دست نزن. بنده از زخم دل ناراحتم جانم، نه از زخم پا. مگه از قوزک به دل سرایت کرده؟ ای آقا، شما زبان دل بنده رو که نمی‌دونید. بگین تا بفهمم. بنده همون بهتر که جان به جان آفرین تسلیم کنم تا محبوب خانمو به سیف الله. چی؟ مگه قرار محبوب خانم به سیف الله بدن؟ متأسفانه بله. و در این وضعیت بنده روی خونه رفتن ندارم. همش تقصیر منه. خودم آفروندن، خودم کردم که لعنت بر خودم. بله، خودم خیلی چیزا گفتن ولی این اولین باره که سخن سنجیده ای از شما میشنوم. بعد از این زیاد میشنوی. خودم خراب کردم، خودم هم درستش میکنم. همینجا باش تا دکتره پادو خوب بکنه، زخم دلتم حاجی. نجات خرید. بله. از این امر خیر میخوای؟ نه دیگه، این دفعه مهمونم منی. اجازه می دهید که شما را به عقد و نکاح دائمی آقای سیف الله شاطرزاده. سیف الله صمیمی تر از حضرت آقا. به کار آقا دخالت نکن. آها چشم. تکرار می نماید. تو محبوب خانم حق داری منو بکشی. اما هرچی راجع به امیر گفتم دروغ گفتم، هم عاشق تو هم نبو سر برم. من با چشمای خودم دیدم که با شهرزاد اونا با هم مثل خواهر برادر. حالا امیر کجا؟ پاشو بریم دست بزنم دست اون بارش. عروس فرار کرد. آقا چرا از تکلیف بنده چیز آقا؟ بیا بریم تو بهت بگم. دارم در میارم، مگه به چنگم نیفته؟ آهای اصلا بخواه بری من کجا بده؟ میخوام شرکی جرم داشته باشم، یلا میخواه شوهرام جونو بکشی. بوده بینم دختره یه برخلیجه چیزی نیست خانم، ناراحت نباشی. جایل میگه رسیده بود بلایی ولی به خیر گذاشت. وای الهی شد. شما بفرمایید خطبه عقد رو همینجا جاری بفرمایید. چشم. من اگه بکشنم زن تو نمیشم. مگه من چیکار کنم؟ یه کاری بکن نادر جون. خیلی خوب. آقای دبیرزاده شناسنامتون همراه تو گرده.
تو جیب کتمه. آیا به دایی وکالت میدهید که شما را به عقد و نکاح دائمی آقای امیر دبیرزاده در بیاورید؟ ان شاء الله مبارک باد. خلاص، اسم داماد را عوضی خواندید. بنده از شما عارض میشوم. مگر اینکه دست محبوب خانم را در دست بنده بگذارید. آی سیفولم. شاطرزاده، محبوب خانم زن عرضی بنده از سنگی، اسم ایشونو به زبون بیاری گوش تسبیح میبرم میذارم همینجا کف اتاق. فهمیدی؟ من هیچ وقت چشم طمع به ناموس کسی نداشتم. قیافت به دامادی میاد. چشم بفرمایید ابوی بزرگوار. بیا بریم. برگردیم ولایت. فرمایشات شما رو بدیدم منت دارم. بفرمایید. ولا شب. لعن الله ارقم از ظالمی. چطوری؟ یه دار به امر خیر کمک کنید. این شهر را که نابود کنین، همه باقی دل و